امروز 12 ماه ژوئن برابر است با روز جهانی شیعه که توسط سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ نامگذاری شده است. شیعه رایتس واچ که مقر اصلی آن در ایالات متحده آمریکا است، در سال 2015 میلادی روز جهانی شیعه را بنیانگذاری کرد و در سالهای گذشته با انتشار بیانیه ای از سازمان ملل متحد رسما درخواست کرده که روز جهانی شیعه ثبت رسمی شود. مصطفی اکبند، مدیر سازمان شیعه رایتس واچ در این باره توضیح می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم به بینندگان و عزیزان شبکه امام حسین علیه السلام. متشکر هستم از اینکه این وقت رو به ما دادید که درباره روز جهانی شیعه با مردم صحبت بکنیم. ما متوجه هستیم که روز جهانی شیعه برای خیلی از عزیزان میتونه روز قدیر باشه یا روز محرم باشه، توی روز عاشورا باشه، اما به عنوان یک مدافع حقوق بشر، به عنوان یک مدافع انسانیت، به عنوان کسی که هدف ما این هست که ظلم و ستم که به طرف شیعه ها میاد اون رو کم بکنیم، به خاطر همین روز جهانی شیعه رو معرفی کردیم در سال 2015. مؤسسه شیعه رایتس واچ یا دفاع از حقوق شیعه، سازمان دفاع از حقوق شیعه، این هدف رو داره که بتونه هر چه بیشتر و وسیع‌تر درباره ظلمی که به شیعه ها میشه صحبت بکنه. ما در سال 2015 همونجوری که گفتم کار رو شروع کردیم و هر سال اون سال رو به یک مجموعه، به یک کشور و به یک گروه اختصاص دادیم. جون 12 رو برای این کار انتخاب کردیم به خاطر اینکه بیشترین شماره یا بیشترین عدد از شیعه ها که کشته شدند یا به عبارتی سر بریده شدند در کمپ اسپایکر عراق بود و داعش شیعه ها رو اونجا سر برید. آمار بین 700، 800، 1400 تا 3000 تا شیعه هست. آمارا مختلفه، ما خودمون دوربر 1400 تا رو آمار داریم و عزیزان رو اسامیشون رو داریم. به خاطر همین اون روز رو انتخاب کردیم و هر سال یک عنوانی به این کمپین خودمون دادیم، به این هدفی که داریم دادیم. یک بار گل برای گل بود که برای بچه هایی بود که در بحرین، بچه های کوچکی که زیر 18 سال هستند و در بحرین در زندان ها به سر میبرن به خاطر شیعه بودنشون و به خاطر ندای شیعه بودن سر دادنشون. اون روز رو ما سعی کردیم درباره اون بچه ها صحبت بکنیم و اون سال رو، سال بعد رو، برای معرفی کردن اینها به جامعه جهانی شیعه، جامعه جهانی مسلمان و مردم غیر مسلمان هم این رو گذاشتیم. سال دیگه اون رو اختصاص دادیم که بتونیم اون فرهنگ محبت رو در دل مردم قرار بدیم. یک سال رو برای عزیزان خودمون در نیجریه که مورد حمله بوکو حرام قرار گرفتن و کشته شدن، و سال دیگر رو برای عزیزان و برادران و خواهران هزاره خودمون اختصاص دادیم که متاسفانه مورد ظلم و ستم و کشتار جمعی هم میشه و هر روز قرار میگیرن. احداث اخیر اونا رو نشون میده. همین 2-3 روز پیش 10 نفر عزیزان ما، از عزیزان هزاره ما کشته شدن به خاطر بودن هزارهشون، به خاطر اینکه شیعه هستن. و از شما عزیزان خواهش میکنیم که اگر بتونید ما رو همیاری بکنید هر جور که میتونید. ما همیاری هم فقط نمیتونه مالی باشه، همیاری میتونه از استفاده از سوشیال میدیا باشه، میتونه از پخش کردن اخبار باشه، از ارتباط با ما و پیدا کردن راه های مختلف باشه که بتونید دست به دست هم بدیم و هر چقدر میتونیم ظلم و ستم علیه شیعه رو کم بکنیم. اینو باید در نظر بگیریم که هر کدوم از ماها میتونیم به طریقه خودمون، به راه خودمون، در راه نجات شیعیان جهان کمک بکنیم و اگر با هم دیگه کار نکنیم و اگر دست در دست هم ندیم، این کشت و کشتار و این شکنجه و این ظلمی که به شیعه هست ادامه پیدا میکنه و متاسفانه کسی نیست که فریاد مظلومیت ما رو به جهانیان برسونه. پس باید با هم دیگه کار بکنیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم.
دو تا هشتگی که ما استفاده کردیم برای این کار، یکیش هشتگ 612 شیعه دی هست و هشتگ INT شیعه دی هست